کدام از اینها به واسطه اون باورهایی در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقلانی سلیمانی امیری هستم در خدمت شما در روز سه‌شنبه برابر با هفتم آذر ماه. پیرو به جلسات گذشته و برنامه‌های پیشین، بحث رو در مورد سیاستمدار حرفه‌ای از سیاستمدار تفننی ادامه میدیم. مبنای بحثمون شاخصه‌هایی است که ماکس وبر شناخته و بعد از بررسی بخشی و برخی از اون ویژگی‌ها به یکی از مهمترین ویژگی‌های یک سیاستمدار حرفه‌ای که البته معطوف فقط به سیاستمداران نیست، ما این رو باید در مورد همه افرادی که بر مسندی می‌نشینند لحاظ بکنیم و اون صلاحیت، شایستگی و توانایی است. یعنی این جزء بدیهیات زندگی روزمره ماست که اگر انسانی رو فاقد صلاحیت بدانیم، امری رو به او نسپاریم، کاری رو به عهده او قرار ندیم، چون مشخص نیست عاقبت کار به کجا خواهد رسید. ما در امور ساده روزانه خودمون هم از این قاعده تخلف نمی کنیم، از این اصل عدول نمی کنیم. بنابراین بسیار اهمیت داره که در امری که یک کشور به دست افرادی داده میشه، تا چه اندازه اونها از این صلاحیت، شایستگی و توانایی برخوردارن و اساساً این ویژگی ها چگونه راستی آزمایی میشه و برای مردم کشف میشه، مشخص میشه. به همین منظور ما سعی کردیم در این بخش نگاهی بیاندازیم به آنچه که از دیر گذشته به ما رسیده، یعنی افرادی در مقامی دارای صلاحیت فرض می شدن، دارای شایستگی محسوب می شدن و غالبا هم بر این بوده که دیگه نیاز نیست انسان ها صلاحیت و توانایی اون افراد رو راستی آزمایی بکنن. از متن تاماس پین در رساله عقل سلیم استفاده کردیم تا نشان بدیم که او که یکی از رساله های دورانساز انقلاب امریکا رو ساخته در 1776، در مورد پادشاه انگلستان که یک مشروعیت سنتی داره چه میگه. ما در آینده به بحث های در مورد مشروعیت کاریزماتیک خواهیم پرداخت و بعد به مسئله دموکراسی و صلاحیت تحت عنوان قواعد و مشروعیت اخلاقی، حقوقی و عقلانی هم خواهیم رسید. در مقاله یا رساله عقل سلیم، تاماس پین سعی میکنه نشان بده آن پیشفرض‌های ذهنی که سبب میشه انسان‌ها تحت مشروعیت یک پادشاه قرار بگیرن تا چه اندازه بر پیشفرض‌های غلط و تجربیات نادرست استوار. خب به اینجا رسیدیم که او در مورد دلایل پادشاهی نقدهایی رو وارد می‌کنه. این فرازهایی از این رساله رو میخوانیم و بعد پیرامونش هم بحث خواهیم کرد. ایشون ادامه میده: پادشاهی از پلیدی هایی است که اگر زمانی برقرار شد به آسانی الغا نمی شود. بسیاری از ترس تسلیم می شوند، سایرین از روی خرافه پرستی اطاعت می کنند و قدرتمندان هم در غارت بقیه مردم با پادشاه وقت سهیم می شود. یعنی مکانیزم های کنترل جامعه رو تاماس پین در سه وجه عنوان می کنه. یه وقتی یک نهاد، البته معطوف پادشاه هم نیست، در هر نظام سیاسی هم همین گونه هست، در سنت ها هم همین گونه هست، همیشه پذیرش و پذیراندن یک باور در ابتدا مشکله. یکی یک باوری مقبولیت پیدا کرد، اون باور ساختارهای خودش رو میسازه، نهادهای خودش رو تعبیه میکنه و دیگه ریشه میدوانه و
براندازی اون از بین بردنش بسیار دشوار. تاماس پین به این مسئله اشاره میکنه و دلایلش هم ذکر میکنه، میگه عده بسیار زیادی از ترس میپذیرن، یعنی زمانی که یک پادشاه با زور و غلبه قدرت رو به دست آورد که سلسله بسیاری از پادشاهی ها بر همین منوال بوده، خب مردم از ترس اینکه نکنه کشته بشن اطاعت میکنه، خوانین، خانها و بزرگان هم به اطاعت اون شخص دارن. او برای مدتی حکومت میکنه، بعد از اون ایدئولوگ ها سعی میکنن این حکومت رو موجه بکنن، یعنی سعی کنن به اون بخشی که تاماس پین تحت عنوان خرافه پرستی اشاره میکنه دامن بزنن، یعنی چیزی که مبتنی بر دلیل نیست. خرافات یعنی چیزهایی که برای اون دلیلی وجود نداره، یک دلیل عقلایی وجود نداره و انسان ها بر اساس باورسازهای دیگری مثل ترس، امید، منفعت شخصی، منفعت طبقاتی، عشق، نفرت و اینها میپذیرن. این هشت مؤلفه باورسازی که آقای ویلیام جیمز اشاره کرده، ما فکر کنم پیشترها به این مسئله اشاره کردیم یا در جاهای دیگری من بهش اشاره کردم. یک بخش کوچکی از عناصر باورساز ما دلیلن، خیلی هم کمن باورهایی که ما بر اساس دلیل اونها رو میپذیریم. یعنی وقتی به شما میگن چرا این رو میپذیری، براش دلیل اقامه کنی. غالبا باورهای ما ناشی از مؤلفهای دیگری است. خرافات آن چیزی است که مبتنی بر دلیل نیست، یا از ترس، عشق، نفرت، امید، آرزو، منفعت شخصی، منفعت طبقاتی. به همین دلیل تاماس پین داره اشاره میکنه که وقتی یک پادشاهی قدرت گرفت، در کنار اون ایدئولوگ ها به وجود میان. حالا در گذشته کسانی که به عنوان فیلسوفان، اندیشمندان، نخبگان سعی میکردن یک حکومت توجیه بکنن. با آمدن جمهوری اسلامی هم همین شده، یعنی افرادی سعی کردن اون نظریه های خام ولایت فقیه رو به نوعی سعی کنن عقلانی بکنن، موجه بکنن، هرچند در عقلانیت اون خطاهای بسیار زیادی وجود داره، در موجه بودنش خطاهای منطقی استدلالی بسیار زیادی وجود داره. معرضم اینه که همیشه همین گونه است، چون پادشاهان یا اساساً حاکمان میدونن همیشه نمیشه با شمشیر بر مردم حکومت کرد، باید کار رو به سمتی برد که مردم با رضایت خودشون بپذیرن که سلیمانی امیری بر اونها برتره. حق حکومت مختص اوست و بعد از اون دیگه نیاز نیست من شمشیر بر گردن کسی بگذارم. او این حق من رو به رسمیت شناخته، پذیرفته. همین دلیله که شما در نظام‌های سیاسی عناصر مشروعیت ساز می‌بینید، از حکما، فیلسوفان و اندیشمندان که سعی کردن در برکشیده شدن یک سلسله و نابودی سلسله دیگر دست به مشروعیت سازی بزنه. شما در تاریخ اسلام هم نگاه کنید همینه. آمدن عباسیان نیازمند این بود که نشان بدن چرا خلافت به عباسیان میرسه. اونها وارثان پیامبرن. علویان یعنی فرزندان علی ابن ابی طالب و شیعیان او هم سعی کردن همین کار رو بکنن که حکومت مال اینهاست، مال اون شاخه اسلامی نیست. سراسر تاریخ سیاسی و اندیشه های سیاسی مملو از این اندیشه هاست. و بخش دیگر کسانی هستند که منفعتی دارن، یعنی احساس میکنن که این پادشاه اگر هست خب منافعی برای ما داره، ما جزء نزدیکان و مقربان هست، بنابراین توجیه میکنیم حکومت او رو، سیاست های او رو، نوع نگاه او رو. امروز هم شما خیلی ها رو میبینید بازگشت به قانون اساسی مشروطه. چرا؟ چون در اون قانون اساسی حقوق عده حفظه، با مرآمدن یک نظام سیاسی خاص حقوق عده حفظه. عده از جمهوری اسلامی دفاع میکنن. چرا؟ چون در بودن جمهوری اسلامی منافعشون حفظ. در کنار این اتین دولابویتی یه نکتهی میگه که تقریبا نزدیک به این مسئله است. من چون نامی از آیه
اتین دولا بویتی آوردم، یک جوانی در فرانسه در 30 و اندی سالش بود که فوت کرد، جوان بود، حقوقدان بود، کتابی داره به نام بردگی اختیاری و در اون نشان میده که چطور مردم با رغبت به جباران کمک میکنن بدون اینکه واقعا خودشون بدونن، یا جباران چگونه با ترفندهای خاصی از مردم استفاده میکنن. خب ایشون هم اشاره میکنه تقریبا به همین مسئله، یعنی آنچه که در ابتدا عجیبه اما بعد تبدیل میشه به یک عادت، به یک سنت. ایشون میگه درست است که به انقیاد درآوردن مردم در ابتدا کاری دشوار و محدود است، به طوری که به کارگیری زور لازم می آید، اما نسل بعد به آسانی اطاعت را می پذیرد و آن را به سیاق گذشتگان خود بدیهی و غیر قابل تردید می انگارد. به همین دلیل است که بسیاری از انسانهایی که زیر یوغ زاده می شوند، یعنی در یک نظامهای استبدادی بزرگ می شوند و زیر همان یوغ پرورش می یابند، یعنی جامعه پذیر می شوند، از درون خانه یاد می گیرند، در مدرسه یاد می گیرند، در درون اجتماع، محل کار، گروه های دوستان، بستگان می فهمند که آقا حق مشروع، این حق حکومت مال این آقاست، مال این خانواده است، مال اون ولی فقیه، یعنی از دیگران هم یاد میگیرن. مدارس هم در کتابهای درسیشون اینا رو ثبت و ضبط میکنه که دموکراسی چیز بدی است، ولایت فقیه چیز خوبیه، و بعد هم براشون دلایل خاصی رو که اون ایدئولوژی میپسنده میاره، یعنی پرورششون میدن انسانهایی رو که مطابق با اون سلیقه حکومته، پرورش میابند و بزرگ میشوند و با بردگی خو میگیرند، آن را وضعی کاملا عادی و بی‌عیب تصور میکنند. به نظر میرسه این نظر کاملا درسته، یعنی دشواری کار اندیشمندان، روشنفکران در همینه که شما بخواید مردمی رو که سالها در درون یک تفکر استبدادی، خرافی، این خرافات چه سنت چه دین فرق نمیکنه، یا ایدئولوژی هایی که هیچ گونه سنخیتی با عقلانیت نداره، پرورش پیدا میکنن، اونها رو به این وضعیت که آقا شما در یک وضعیت بد هستید مطلع کنید خیلی دشواره. اساسا نظام های استبدادی اولین کاری که میکنن اینه که سعی میکنن فضا رو از نظر آموزشی برای اجرای اون باورهای خودشون آماده بکنن. این که میبینید خیلی از این نظام ها دست به کتاب سوزان میزنن، دانشگاه ها رو از اساتید آزاد و مستقل خالی میکنن، انقلاب فرهنگی را میندازن، برای اینکه نمیخوان دانشگاه محلی باشه که افرادی پرورش پیدا کنن که مناسب با اون حکومت نیستن، نسبت به مثلا مشروعیت اسلام یا ولایت فقیه سوال بود. برای همین یه انقلاب فرهنگی را میندازیم، اساتیدی که نسبت به اونها شائبه هایی وجود داره حذف میکنیم، کتاب های درسی که میتونه پرسش برانگیز باشه و تربیت غیر دینی ما رو دوچار مشکل کنه حذف میکنیم و نسلی پرورش میدیم که مطابق میل ماست، مشروعیت ما رو میپذیره، احکام ما رو میپذیره، به هر چی که ما میخوایم گردن. در اینجا چه اصل مسئله اهمیت داره؟ اون وظیفه نخبگان و روشنگران و روشنفکران چیست؟ دادن خودآگاهی به جامعه هست. خودآگاهی رو من در گذشته عرض کردم، این نقل قولی از مارکس، او در مورد طبقات کارگر این رو میگفت، اما من اینجا میخوام یک تعریف دیگری که دم دستی و قابل فهم باشه بگم. خودآگاهی در واقع یک نوع دانش و معرفتی است که ما نسبت به خودمون، نسبت به پدیده‌های پیرامونمون، چه طبیعی چه اجتماعی، نسبت به عقاید و باورها و ساختارها و نهادها پیدا میکنیم و در کنارش هم راه‌ها و امکانات بهسازی و بهروزی این راه‌ها رو هم در خدمت می‌گیریم، این نهادها رو در خدمت می‌گیریم.
یعنی میفهمیم در چه وضعیتی قرار داریم. یا یک انسان نمیدونه در چه وضعیتی قرار داریم. یک برده در درون یک محیطی که در گذشته بود با شدیدترین وضعیت زندگی میکرد، کار میکرد، کتک میخورد، اندک غذایی داشت، هیچ حقی نداشت. او به این خودآگاهی نرسیده بود که انسانه. او فکر میکرد که خداوند او رو به نحوی آفریده که زیر دست ارباب باید باشه. از خودآگاهی این که من انسانم، ارباب منم انسانه، یک مسئله است بسیار مهم. اگر برده به این خودآگاهی نرسه، در درک اولش دچار مشکله. فکر میکنه یک موجود پستری است. نظام بردهداری رو نمیتونه فهم کنه که این نظام مبتنی بر زوره، بر اجباره، بر غلبه است، بر نادیده گرفتن حقوق طبیعی و انسانی. از اون طرف هم راهکارهای بهسازی و بهروزی خودش نمیتونه کشف کنه. من باید دست به شورش بزنم، دست به قیام بزنم، این مناسبات بردهداری رو لغو کنم. همه اینها به واسطه همون خودآگاهی پیدا میشه. مارکس معتقد بود خودآگاهی در کارگر پیدا میشه و او دست به انقلاب میزنه. این خودآگاهی مفهوم بسیار گسترده است. اینکه در درون یک ایدئولوژی یا نظام سعی میشه زنان افرادی غیر باورمند به اون ایدئولوژی رسمی نادیده گرفته بشن، حذف بشن و اونا هم واقعا تن میدن به این داستان، ناشی از عدم خودآگاهی است. ویژگی هایی وجود داره که باعث میشه ما خودآگاه نشیم، یعنی به قدری ما رو در درون خودش حل میکنه که بیرون آمدن از اون دشواره. نقشی از این عناصر سنتن، سنتی که باعث میشه زنان ما فکر کنن همیشه همینه. بنابراین من یک خودآگاهی دارم که این نظام سنتی که من رو جنس دوم دانسته به هر حال مطلوبه، پسندیده است. و چه بسا خودش رو همپای مردان ندان، همرده مردان ندان. تا زمانی که برسه به این وضعیت که نه، این وضعیت مطلوب من نیست. من به عنوان که یک انسان هستم، انسان درجه اول، حق برابری با مردان رو دارم، حق فرصت‌های برابر رو دارم، حق مساوات و عدالت رو دارم، به اون نرسه. بنابراین سنت نقش بسیار مهمی داره در این که بسیاری از افراد خودآگاه نشن، یک مانع ایجاد. یکی دینه. دین هم به این نفعه که خدا برای ما تعیین تکلیف کرده که وضعیت ما در میان پدیده ها چی؟ یعنی این جامعه‌ای که هست، من به عنوان یک انسان به دنیا آمدم، به عنوان یک پسر، پدر، یک مادر، دختر، وظیفه‌ام چیه؟ این آگاهی رو کی به من داده؟ خودم بهش رسیدم؟ میگیم نه، خدا به ما داده. گفته تو چون پدر هستی وظیفت ایناست، تو چون حاکم هستی وظیفت ایناست، تو چون مؤمن هستی وظیفت ایناست. و اونها میتونن یک خودآگاهی کاذب به ما بدن. ما فکر میکنیم آگاهیم، اما نسبت به وظایف و حقوق و مسئولیت‌های واقعیمون آگاهی نداریم. یکی دیگه ایدئولوژی. ایدئولوژی‌هایی که سعی میکنن انسان‌ها رو دسته‌بندی کنن، طبقه بندی بکنن، اونها رو از برخی از حقوق اجتماعیش محروم کنن و بگن آقا حق شما همین بوده، شما همیشه مردمانی بودید که دست به جنایت زدید، شما نژادتون نژاد پستی است، نژادی است که تمدن رو نابود کنه. هم کسانی که ظلم میکنن و هم افرادی که ظلم بر اونها روا داشته میشه، هیچ کدوم در خودآگاهی نیستن، در یک آگاهی کاذبی قرار دارن که ایدئولوژی این رو به اونها داده. بنابراین بسیار اهمیت داره که ما بدونیم بخشی عظیم از این درکی که ما نسبت به پدیده ها داریم حاصل خود آگاهی ما نیست، حاصل تحمیل بسیاری از ایدئولوژی ها، ادیان و دیگران است. گفتن آگاهی تو باید از من بگیری، من به شما این آگاهی رو میدم. بسیاری از این آگاهی ها کاذبه.
مسئله ای که تاماس پین مطرح میکنه، یعنی آن چیزی که در گذشته یک بار محقق میشه و بعد ادامه دار میشه و گویی یک امر بدیهی است، از اولم همین طور بوده، در حالی که ما میبینیم این گونه نیست. در درون اندیشه های سیاسی بسیاری از این اصطلاحات یا یونانی هن یا رومی هن که ما اینها رو به وام گرفتیم، مثل جمهوری، دموکراسی، بسیاری از اینها، دیکتاتور، خیلی چیزهای دیگه، همه رومی یا یونانی هن، از لاتین آمده به زبانهای دیگر. ما وقتی بریم به سراغ جوامع اولیه، شاید همین خودآگاهی ها رو اونجا هم بتونیم ببینیم. یعنی این نزاعی که امروز وجود داره بر سر مبانی مشروعیت یک نزاع متأخر نیست، برمیگرده به 400-500 سال قبل از میلاد، یعنی نزدیک به 1000 و اندی قبل از زمان خود پیامبر اسلام، شاید معاصر باشه با دوران ابتدایی سلسله هخامنشیان. اینها در یونان آن زمان بحث می شود. این بحث سنت ها و خودآگاهی ها در اون محیط علمی سیاسی آن زمان مطرح می شود. شما دو تا دولت شهر داشتید در اون زمان، حالا این توضیح رو داخل پرانتز بدیم چون اهمیت داره فهم این که چگونه برخی از این مشروعیت ها ظاهرن بدیهیه. در میان این دولت شهرها، خب یکی اسپارت بود، یکی دیگر آتن بود، گاهی هم با هم نزاع داشت، اما در درون هر کدوم از اونها طبقات اجتماعی خاصی بودن. مثلا در اسپارت ها که ساسشون بر نظامیگری و تربیت نظامی بود، حتی دختران رو هم وارد تربیت نظامی میکردن، به نگاه خاصی داشتن نسبت به اون نظم و انضباط نظامی، طبقات مختلفی بودن، یعنی مردم مختلفی که در طبقات مختلف زندگی میکرد. بخش مرکزی مال اسپارت ها بود، کسانی که خودشون رو اشراف میدانستن، ویژگی های خاص خودشون رو داشتن و اینها از تمام حقوق مربوط به اون دولت شهر برخوردار بود. یک گروه دیگر ایلوت ها بودن. ایلوت ها اینها زارعینی بودن، روی زمین اسپارت ها کار میکردن، مالک نبودن اما زراعت میکردن، یک سهمی هم اونها میبردن، یه بخشی را میدادن به اشراف و در هومه، در واقع اونجایی که زمین های کشاورزی که کمی فاصله داشت از اون دولت شهر اسپارت، اونجا زندگی میکرد. گروه دیگر پریویک ها بودن، یعنی افراد آزاد مرد. با اسپارت ها حقوقشون برابر نبود، کمتر بود، اما نسبت به بردگان حقوق بیشتری داشت و همینطور هم خب بردگان. در درون نظام آتن، حالا چرا اهمیت داره این طبقات، عرض خواهم کرد. در درون نظام آتن یک گروه بودن اشراف بودن، یعنی آپاتریت ها، اعیان بودن، اشراف بودن، صاحبان ثروت و زمین و حالا تجملات خاصی که مد نظرشون بود. گروه دیگر کشاورزان بودن، که اونا میگفتن ژئومورها. بخش دیگر صنعتگران بودن، دموریک ها، و بازرگان ها. این سه طبقه، یعنی طبقه بازرگان، کشاورز و صنعتگر، میشدن دموس. دموکراسی از همین جا آمد. و خب یه طبقه هم که بردگان اینها بودن که حالا محل بحث ماست. در آتن یه مشکلی پیش آمد. زمانی طبق اسطوره های یونانی یک قانونی وجود داشت، یک قانون الهی که قانون طبیعت هم بود که بهش میگفتن لوگوس، قانون الهی است، در همه جا جاری، در طبیعت جاریه، در بین موجودات جاریه، در بین انسان ها هم جاریه. شما اگر در قرآن نگاه کنید، فقط به پیامبران وحی نمیشه، بلکه به زنبور عسل هم وحی میشه، دقیقا در قرآن آورده، به مورچگان وحی میشه، به فرشتگان وحی میشه، به برخی از این اشیا و گیاهان و اینها هم وحی میشه.
در واقع این وحی که بعدها در اسلام جاساز شد همین قانون الهی است که در یونان به اون لوگوس میگفتن، یعنی خدایی که حالا اون اسطوره خدایان متعددی که بودن، اینا یه قانونی داشتن و این قانون در همه جنبه های زندگی انسانی حضور داشت. بنابراین در بین انسان ها هم طبق یک قانون الهی یک گروهی داره فضیلت های خاص بودن. همونطور که انسان بر حیوان مثلا برتره، حیوان بر گیاه ارجحیت داره، همونطور که بین خدایان یونانی زئوس خدای خدایانه و همینطور میاد پایین، هر کدوم هم البته مظاهر خاص خودشونو دارن، در بین طبقات انسانها هم تفاوت وجود داره. همین دلیل شما وقتی ایلیاد و اودیسه هومر رو میخونید این شاخصه ها وجود داره. اشراف در آتن خب اینها رو میپذیرفتن چون مناسب حال اونها بود. اونها میگفتن فضیلت ارثی است، این قانون طبیعت، این قانون الهی که من اگر اشراف هستم ویژگی من دیگه به یک دمیورگ نمیرسه، به یک صنعتگر نمیرسه، به یک کشاورز نمیرسه. کشاورز کشاورز قانون طبیعتی درگاهی، ما اینو به کار میبریم، این قانون طبیعت. بدی بکنی بدی میبینی، قانون طبیعت، در کسان ربطی به طبیعت نداره. ما ظاهرا مسئله است که حتمی است. بنابراین به مرور زمان در آتن کسانی آمدن که این نظر رو نمیپذیرفتن که یعنی چی قانون طبیعته و شما به عنوان اشراف بر دیگران برجستگی دارید و این فضیلت به میراث میرسه. به همین دلیل در آتن همیشه نزاع رخ داده و ما سه جنبه از حکومت رو همیشه در آتن داشتیم، در دولت شهر آتن، حکومت های جبار تیرانی، حکومت های اولیگارشی، حکومت هایی که اشراف در اون قدرت گرفته بودن برای مدتی، و دموکراسی، حکومت هایی که این طبقات مردم یعنی کشاورزان، صنعتگران، بازرگانان که البته زنان و بردگان جزش نبودن، وای اینها قدرت می گرفتن و این حاصل همون نزاع بود، نزاع مشروعیت، چیزی که مثلا در ایران نداشتیم. ما در یونان راجبش بحث می شود. در کنار این مسئله فضیلت که ما عرض کردیم از اسطوره ها و نگاه اسطوره ای به اشراف رسیده بود، دو گروه ایجاد شدن یا به وجود آمدن، قدرت گرفتن که به نوعی در برابر اشراف ایستادن. یک بخشش سوفیست ها بودن، یعنی کسانی که اساسا به عنوان معلمان طبقات بالای جامعه بودن. اینها انسان رو محور می دونستن، یعنی می گفتن انسان میزان همه چیزه. بخشی از اندیشه های اومانیستی برگرفته از همین نگاه سوفیست هاست و برای همین انسان نیاز به لوگوس نداره، اون قانون الهی، قانون طبیعت، بلکه یک قانون دیگری در جهان اسلام انسانی در واقع جاریه و اون نوموسه. در واقع اون اولین کاری که کردن زندگی انسانها رو از عالم بالا تا حدودی جدا کردن. اینطوری نیست که زندگی ما به همون اجرام آسمانی و بخت و اقبال و قوانین طبیعی و اینا ربط داشته باشه، نه، انسان یه ویژگی های خاصی داره، محیطش یه ویژگی های خاصی داره، بنابراین اون قانون الهی یا لوگوس اینجا جاری نیست، بلکه نوموس جاریه. خب این نوموس چه ویژگی داره؟ سوفیستا دیدن که خب بین همه جوامع متفاوته، یعنی در اسپارت داستان خیلی فرق میکنه، در ایران خیلی داستان فرق میکنه، در کشورهای دیگر فرهنگ های مردم، نوع سبک زندگیشون، نوع نگاهشون خیلی متفاوته. مثل ما فکر نمی کنن، مثل ما زندگی نمی کنن، اصلا نظام سیاسیشون با ما متفاوته، اعیاد و جشن ها و سنت هاشون با ما متفاوته. پس در نتیجه احساس کردن که خب اینا رو انسان ها ایجاد کردن، اگر قانون الهی باشه همه باید یه جور باشه. ما وقتی تفاوت ها رو می بینیم یعنی که اون انسان در ایران یه اختیاراتی داره،
یه تفکری داره و سعی میکنه پدیده های اجتماعی رو جوری بسازه که با خودش و سلیقه و امیالش مطابقت کنه. ما یونانیان هم همینطوری. بنابراین نوموس رو محدود کردن به مسائل فرهنگی تاریخی، یعنی انسان ها در درون فرهنگ زاده میشن، رشد پیدا میکنن، حتی میتونن اون رو تغییر بدن. خلاف اون لوگوس که تغییر نمیکنه، انسان ها تغییر میکنن، جوامع تغییر میکنن. بنابراین از دل این اندیشه ها، حالا نمایندگانی هم داشت، آی هیپیاس، آنتیفون، پروتاگوراس، اینا نمایندگان این تفکرن، تو بحث از برابری انسان ها میکنن، حتی اشاره میکنن که فقط یونانیان نیستن که با ما برادر و برابرن، ایرانیان و مردم سرزمین های دیگر هم همین وضع با مونه، یعنی همشون انسان هست. این سبب شد که اونها احساس کنن که این نظام اجتماعی که ساخته شده یک نظام ناعادلانه است. بنابراین اینطوری نیست که اشراف یه فضیلتی نسبت به ماها داشته باشن. خود این اشراف هم از یک زمانی اشراف شدن، صاحب ثروت شدن و مردم دیگه هم این توانایی رو دارن که اون نظام طبقاتی و اجتماعی رو برهم بزنن، زنان دارای ارزش اجتماعی بشن. اینا اون چیزی که ما بعدا در رنسانس و عصر روشنگری میبینیم حاصل همین تفکرات ها. در تفکرات دینی اینطوری نیست، زنان همیشه محکوم هستن که مردان بر اونها قیمومیت داشته باشن. رجال قوامون علی النساء، فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی خداوند مردان رو بر زنان برتری داده. این همون لوگوسه، لوگوس یونانی است در واقع، یه جورایی یه قانون الهی است. شما حق ندیدید اون نظام الهی رو بر هم بزنید، نظم الهی رو بر هم بزنید. ما کمتر اینها رو شکافتیم و بررسی کردیم، ولی در تمام اندیشه های اسلامی شما این رو میبینید، یک نظام خاصی وجود داره که از اراده الهی ناشی میشه. اینها بعدها در درون ترجمه های یونانی و اندیشه های یونانی به سرزمین ما هم آمد. بعدها تا مسیحیان از این مسائل خیلی استفاده کرد. بنابراین با این پیشفرض ها انسان آتنی انسانی بود که میتونست نسبت به سرنوشتی که ظاهرا بدیهی می نمود دخل و تصرف بکنه. خدا نخواسته، دیدید آیه 26 آل عمران، خداوند است، حکمرانی را به هر که بده بخواهد می دهد، از هر کس بخواهد باز می ستاند. هر کس را بخواهد عزت می دهد، هر کس را بخواهد خار می کند. این همون قانون الهی است، دست ماها نیست که عزیز بشیم یا کاری بکنیم که خار و خفیف بشیم. خداست که به ما عزت و خاری میده. گروه دوم در کنار صوفیست ها، با اینکه با هم اندکی اختلافاتی هم داشتن، فیلسوفان بوده که چهرهای شاخصشون از سقراط بگیرید افلاطون و ارسطو هستن. البته ما از سقراط چیزی نداریم، آن چیزی که از سقراط و آموزش های او هست در آثار افلاطونه که غالبا هم مطالبش به شکل گفتارهاست، یعنی دیالوگیه که افلاطون سعی میکنه سقراط رو یه طرف بگنجونه، مبانی اندیشه های او رو به در برابرش سوفیست ها یا مخالفان دیگر. وجه مشترک این دو در این بود که فیلسوفان هم معتقد بودن که فضیلت ارثی نیست، یعنی تو نیست که یکی باباش خانه، جز اشراف، جز اعیانه، یه فضیلتی داشته که مالی جمع کرده یا تجارتی را انداخته یا علمی کسب کرده پسرم همونطوری باشه. یعنی اون لوگوس رو نفی کردن، گفتن نه اینطوری نیست. اما یه قیدی زدن و آنی که این نوموس به همه هم نمیرسه، یعنی اون قوانین انسانی که ویژگی هاش با اون لوگوس یا قوانین الهی متفاوته به این معنا نیست که همه تو جامعه بتونن به اون برسن، نه، یه دی خاص میتونن به اون برسن، کسانی که داره استعداد خاصی باشن. یعنی شما فرض کنید پدری
تاجر بسیار خوبی است. این به شکل ارثی به پسرش نمیرسه. ما پسرش میتونه اگر صلاحیت و توانایی داره اون رو کسب. ما این فضیلت فقط معطوف به اون پدر و پسره نیست، بلکه یه آدم عادی هم ممکنه بتونه وارد بازار تجارت بشه، به عنوان یه کارگر یا پیشکار کار خودش خوب انجام بده و رشد بکنه. افلاطون در کتاب جمهور اساس بحثش بر سر همین هاست، میخواد این رو تئوریزه بکنه. او سعی میکنه جامعه رو به سه طبقه تقسیم کنه. یک طبقه حاکمانن، زمامدارانن، طبقه دوم جنگاورانن، و طبقه سوم مردم عادی هن، دیگه صنعتگر، بازرگان، تاجر، مرد، زنان، بردگان، اینا طبقه سوم. برای هر کدومشون یه فضیلتی میشناسه. مثلا فضیلت طبقه سوم یعنی مردم یا اون عوام جامعه خیشتنداریه، این فضیلتشون باید دارای این اوصاف باشه. فضیلت طبقه جنگاوران شجاعت، باید در اون فن خودشون دارای اون شجاعت ها رو، شجاعت رو خوش تعریف میکنه ولی فعلا بحث ما نیست. اما طبقه حاکمان نیاز به معرفت، یعنی شما وقتی میخواد جامعه ای رو به نیکی و خیر و سعادت رهنمون باشی، خودت باید شناخت داشته باشی که اصلا خیر چیه، نیکی چیه، سعادت چیه، چگونه حاصل میشه. این بحث عقلی است. وقتی من میخوام رئیس اداره ای باشم، طبیعیه که باید بدونم این اداره چیه، برای چی ایجاد شده، ساختارش چیه، اهدافش چیه، ابزاراش چیه. وقتی میخوام رانندگی اتومبیل رو انجام بدم، باید اصلا بدونم اتومبیل چیه، چطور کار میکنه، چطور روشن میشه، هدف از روشن کردن این اتومبیل چی، هدف از به کار انداختنش چی. بنابراین معرفت یعنی دانش و آگاهی مهمترین فضیلت حکمرانانه، حاکمانه. در اینجا افلاطون و البته قبل از او سقراط و بعد از او ارسطو سعی میکنن نشان بدن معرفت تمام و کمال در فلسفه است. یعنی یک فیلسوفه که به کنه پدیده ها و مسائل مختلف و غامز راه داره، آشناست. و همین دلیل اونها معتقدن که حکمرانان یا شاهان باید فیلسوف باشن. فیلسوف بودن الزاماً این نیست که ارث میرسه، نه، همه مردم میتونن فیلسوف باشن به شرطی که اون استعدادها رو در درون خودشون پرورش بدن، به اون فضیلت برسه. پس متوجه شدیم سه شاخه مختلفی که در آتن اون زمان وجود داره در حال یک نزاع هستن با هم، تا نشان بدن نوع مشروعیت در درون یک نظام سیاسی چطور تعریف میشه. یکی اشراف بودن که طبق قانون الهی یا لوگوس معتقد بودن این حق الهی است برای ما. بعضا هم شما میبینید حتی در دوران متأخر هم پادشاهان این رو حق الهی میدونن. در برخی از این قانونهای اساسی گذشته یا ادعاهای پادشاهان نگاه میکنه که اینو حق الهی میدونه. خب یک کجا اومد حق الهی؟ برای ما شاید ریشاش نامشخص باشه، اما وقتی فلسفه سیاسی یونان باستان رو بدانی میفهمیم برگرفته از اون لوگوسه، چیزی که خداوند در همه موجودات جاری کرده. انسان اشرف مخلوقات به نوعی و ما هم اشرف انسان ها هستیم. گروه دوم سوفیست ها بودن، کسانی که معتقد بودن نه خیر، لوگوس معنی نداره، به جاش نوموس وجود داره و نوموس هم در واقع اون بحث انسانی است و برای همه انسان ها وجود داره. و فیلسوفان، کسانی که معتقد بودن که نه، لوگوس وجود نداره، یه نوموسی هست اما همه نمیتونن صاحب اون باشن، بلکه باید اون لیاقت، توانایی و شایستگی رو کسب کن. و همین دلیل اون اندیشه فیلسوف شاهی که بعضا میبینید در
اندیشه های افلاطون و ارسطو هست از اینجا گرفته شده. حالا من میخوام یه پلی بزنم به دوران خودمون، چون هر دوی این دیدگاه، هر سه این دیدگاه وجود داره همین الانش. نوع تغییر کرده، نوعش تغییر کرده، اما ریشه هاش برمیگرده به همین سه تا. یکی حق الهی پادشاهی است که اصلا صلاحیت و توانایی و لیاقت اصلا محلی از اعراب نداره. بابای شاه بوده، پسر شاه، نوه شاه میشه، نتیجه و نویره و هر کسی دیگه شاه میشه. تا صد نسل پشت سر هم، هم اگر کسی اونا رو برکنار نکنه شاه. ملکه الیزابت 80 سالشه میره، عمو چارلز میاد، او هم 100 سال زندگی کنه بره، یکی دیگه بیاد. هیچ کم سوال نمیکنه آقا این حق کجا اومده، صلاحیتت چیه. یعنی همین امروز ما داریم اینو میبینیم، این حق الهی است. حالا البته به سبیل تعارف در برخی از این قانون اساسی ها گنجاندن که سلطنت موهبتی است الهی که از سوی مردم به شاه تفویض شده. ما ریشش به این نیست که مردم تفویض کردن، نه، اما الهی بود. انقلاب 1688 که انقلاب باشکوه لقب گرفت، حاصل همین بود که شاه انگلستان سعی کرد بنابر اون حق الهی که برای خودش قائل بود، جیمز دوم، حق الهی که برای خودش قائل بود، پارلمان رو تعطیل کنه. گفتن قانون مردم یعنی چی؟ یعنی حق الهی من هر وقت هر کاری بخوام باید انجام بدم. و بعد مردم خب دست به انقلاب زدن، اون های ویلیام و ماری رو آوردن که در هلند بودن و پادشاه کرد. حالا مقصود اینه که اساساً این تفکر خیلی متأخره که سلطنت موهبتی است که از سوی مردم به شاه تفویض شده. نه، سلطنت اساساً موهبت الهی بوده، این حق الهی اون است. ویژگی دوم که در دموکراسی ها میبینیم آن دیدگاهی است که صوفیست ها داشتن، یعنی افرادی که معتقد بودن انسان ها برابرن، حق دخل و تصرف نسبت به امر سیاسی رو دارن، تشخیص میدن و میتونن کارها رو پیش ببرن. و نگاه سوم این فیلسوف شاست که الان شما اون رو در ولایت فقیه میبینید. اساس ولایت فقیه برای این نیست که بر روی اندیشه افلاطون سواره ها، اصلا، اما آبشخورش یکیست. یعنی معتقده کسانی میتوانند خیر و صلاح جامعه رو تشخیص بدن که روحانی باشن، به احکام شرع آشنا باشن. حالا چرا؟ فرض اونها اینه که شما یک جامعه دینی دارید، حتی اگر مگه جامعه دینی نداشتید، اراده الهی بر این است که انسان به سعادت برسه، به خیر برسه. همون چیزی که افلاطون هم همینو میگه. اما افلاطون به سرای باقی، به جهان پس از مرگ و اینها اشاره نمیکنه، میگه در همین دنیا. یعنی کار فیلسوف اینه که خیر و سعادت و نیکی مردم رو در همین دنیا تشخیص بده. میگه این خیر و صلاح رو آدم عادی نمیتونه تشخیص بده، باید داره یه فضایلی باشه. در نگاه دینی خیر و صلاح و سعادت در این دنیا نیست، در یه دنیای دیگه ایه. یعنی مهم نیست شما اینجا تاجر موفقی باشی، مهم نیست اینجا شما اندیشمند بزرگی باشی، مهم نیست چند اندازه زمین داری، ارباب چند اندازه انسانی. مهم اینه که وقتی بر بالین مرگ افتادی، آیا خدا از تو راضیه؟ اون شب اول قبر که نکیر و منکر رو میفرسته بالا سرت، عذابت میکنه یا قبولت داره؟ در پل صراط، اونجا که میری به قول استاد مشیری پای ترازو، کفه اعمال نیکت سنگین تره؟ مخلص‌تر بودی؟ مؤمن‌تر بودی؟ یا اینکه نه، طاغی بودی، طغیان کردی، یاغی بودی بر خدا؟ بر اساس این فرض پس کسانی میتونن جامعه انسانی و علل خصوص اسلامی رو هدایت کنن که به خیر و سعادت و آن چیزی که برای انسان فضیلت و نیکی هست در اون دنیا و در واقع اینا ابزارهای این دنیایی است که آشنا باشن. یعنی اگر میخوای خیر و صلاح آخرت رو داشته باشی، نماز بخونی دیگه.
اول وقت نماز بخون. خب حالا نماز رو میخوام بخونم، احکامش چیه؟ کی بلده؟ یه خب نجار که بلد نیست، بنا که بلد نیست، فیلسوف که بلد نیست، ما آخوندا بلدیم. اگه میخوای خدا ازت راضی باشه با زکات بدی. خب زکات به کدوم اموال تعلق میگیره؟ چقدره؟ اینا که بنا و نجار و اینا که بلد نیستن، کی بلده؟ مرجع تقلید. برای اینکه دست به اعمال زشت و قبیح نزنی باید ازدواج کنی. کی باید خطبه رو بخونه؟ من. اگه روزت درست نیست یا هست، از کی باید بپرسی؟ از من. چون ابزارهای رسیدن به خیر و سعادت رو من بلدم. خیر و سعادت هم این دنیایی نیست، اون دنیاست. بنابراین اساس نگاه فقاهت و برجسته بودن فقیه در جهان اسلام بر اساس همین اندیشه است که خیر و صلاح جامعه رو فقها میدانن، نه گروه های دیگه اجتماعی. فقها میتونن از دیگران هم مشورت بگیرن. در یونان باستان معتقد بودن که فیلسوفان میدانن. حالا یک نکته‌ای وجود داره در اینجا که بد نیست توضیح بدم. به بحث اصلا توماس پین هم نرسید. فیلسوفان یونانی ویژگی‌های خاصی داشتن و اون این که سعی می‌کردن در همه جنبه‌ها یک نظری بدن. یعنی در زمینه اقتصاد نظر می‌دادن، در زمینه فلسفه نظر می‌دادن یا متافیزیک. ولی هم توضیح هم بدم شاید مشخص بشه. ارسطو زمانی که فوت میکنه آثاری از او به شکلی که خودش اونها رو دستبندی کرده باشه وجود نداشت. 300-400 سال بعد از او در قرن اول، قرن اول میلادی، یکی از شاگردان معنوی و غیر مستقیم به نام آندرونیکوس یا رودسی میاد آثار ارسطو رو مرتب کنه. میبینی یه بخشی از آثار او به ریاضیات مربوطه. او رو در یک فصلی به نام ماتیکا قرار میده. میاد نگاه میکنه میبینه یه سری از این درس گفتارهای او، نوشته های او به اخلاق مربوطه. اون رو در قالب اتیکا یا اخلاق دستبندی میکنه. یه بخش دیگر در حوزه اقتصاد، تدبیر منزل، میگه اکونومیکا، یعنی همین اکونومیکی که ما میگه همش همین واژگانی است که از یونان اومد. همینطور دستبندی میکنه. یه بخشیش در مورد فیزیک بود، اصول طبیعی، قوانین طبیعی به نام فوزیکا که ما امروز میگیم فیزیک، دستبندی میکنه و قرار میده. با یه سری از آثار ارسطو آشنا میشه که در هیچ کدوم از این دستبندی ها قرار نمیگیره. نه ریاضیاتی بود، نه اخلاقی بود، نه در حوزه فیزیک بود، نه در حوزه طبیعیات، در این فیزیک و مسائلی از این دست قرار میگیره. بنابراین او نتوانست هیچ نامی براش انتخاب کنه. اونها رو به عنوان یک فصل جدای از فصل و بعد از فیزیک قرار داد و نامش رو گذاشت متافیزیکا، یعنی فصلی که بعد از طبیعیات میآید. هیچ نامی نداد چون بحثای انتولوژی توش مطرح بود، هستی شناسی مطرح بود، اپیستمولوژی توش مطرح، معرفت شناسی توش مطرح بود. تا که این آثار میخواست ترجمه بشه در زبان عربی و بیاد به سرزمین های اسلامی، وقتی خواستن اون رو ترجمه کنن متافیزیکا شده بود متافیزیک، یعنی دقیقاً تحت لفظی اون رو ترجمه کردن، گذاشتن ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه بعد از طبیعیات می آید. مقصودم اینه که این فیلسوفان یونانی در همه زمین ها نظر می دادن. یعنی آثارشون رو شما اگر نگاه بکنید می بینید در مورد هنر، فن خطابه، اخلاق، اقتصاد، تدبیر منزل، قبط اقتصاد و تدبیر منزل یکی بود، اقتصاد، تدبیر منزل، فیزیک، طبیعیات، انتولوژی، اپیستمولوژی، در همه این حتی امور پزشکی در بگه اونها این فکر رو میکردن که علوم خیلی ساده است، بنابراین یه فیلسوف طبیعیه که نسبت به مردم عادی اینا رو بیشتر میشناسه.
و چون یک فیلسوف جامع این علومه، میتونه در مورد حکومت هم نظر. این موضوع شاید در اون زمان قابل دفاع بود، اما امروزه که علوم تخصصی شده، شما حتی یک فیلسوف هم پیدا نمی کنید که در مورد تمام جنبه های فلسفه داره علم باشه. ما فیلسوفانی رو داریم آگاهیشون نسبت به خیلی از فیلسوفان به شکل خواندن چند کتابه، اما راجع به یه فیلسوف شاید متخصصن، شارح مثلا اندیشه های کانتن، هگلن، نیچن، یا مثلا بعضی ها فلسفه قاره‌ای رو کار کردن، بعضی ها فلسفه تحلیلی رو کار کردن. مقصودم اینه که به دلیل تخصصی شدن علوم دیگه اون ادعایی هم که فیلسوفانی مثل ارسطو و افلاطون داشتن فاقد موضوعیت شده، چون پیش‌فرض اونها این بود که ما صاحب همه این علومی هستیم که در جامعه وجود داره، بنابراین میتونیم به مردم کمک کنیم در زمینه اخلاق، اقتصاد، هستی شناسی، منطق، چون بخشی از اندیشه های ارسطو لوجیکال یعنی منطق بود، و امروز که فاقده بود. حالا مشکل ولایت فقیه در اینه که اونا فکر میکنن تمام جامعه با فقه اداره میشه. البته برای نظری ولایت فقیه از روایت هم استفاده کردن، مثل حدیث مقبولی عمر ابن حنظله و داستان های دیگر که حالا اگر روزی فرصت بشه در بازشناسی باورها حتما به این میپردازیم که چگونه ولایت فقیه مشروعیت خودشو از یک تعمیم های خاص کسب کرده و وارد ادبیات سیاسی ما کرده، و متاسفانه به دلیل اینکه ریشه هاشو نپرداختیم باورم کردیم که اینا حق حکومت بر ما رو دارن. اما مشکلش در اینجاست که فقیه نسبت به سیاسی آن هم در قرن امروزی قادر به تشخیص نیست. اتفاقا تمام علوم او مربوط به علوم اون دنیایی است، در حالی که سیاست امر این دنیاییه. سیاست چیزی است که شما باید به اقتصاد، به سیاست داخلی، کجای فقه ما به این مسائل پرداخته و چقدر از امور فقاهت ما به مسائل اقتصادی پرداخته، به مسائل اجتماعی پرداخته. بنابراین اینا مشکلات بزرگی است که متاسفانه امروز هم چنین مشروعیت هایی رو برای ما ایجاد کرده که یک عده میگن بله، چون جامعه ما جامعه دینی است و هیچ کس هم مثل فقها اشراف و آگاهی نداره به مسائل فقهی، اونها حق حکومت بر ما رو دارن. بنابراین من سعی کردم امروز، حالا وارد بحث توماس پین نشدیم، اما به نظر من این حاشیه خیلی مهمتر از متنه، چون به ما کمک میکنه پیدا کنیم در جهان 2000 و اندی سال قبل هم این ریشه های مشروعیت در حال نزاع با هم بودن و سعی میکردن موجه کنن گروهی حکومت اعیان و اشراف رو، گروهی دموکراسی رو و گروهی هم نگاه خاص اولیگارشی رو که در اندیشه های افلاطون و ارسطو است. این بحث ادامه خواهیم داد در نوبت آینده. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز، تا فرصتی دیگر، بدرود. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی در ذهن ما هست نمیتوانند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقل‌مندی دارند.